آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود، ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. او بخونکه خدای پنامه. گران و قدمان و دوستان و سلام علیکم. ایلا ده چی رو خوشحال هورم سی. او دنه نورزی ده پوهن رانده په اخبرونه دیر که راغل است. زه مریم اسماعیل ارسلا ده اخبرونه تاسته ده آریانا افغانستان نریبال شبکی سخه ورنده کام. او ایلا لرام چه تاسه زده پور او استفاده ورسی. بینندگان عزیز و ارتمند برنامه دانش روشنایی است. بارزای صحت و سلامت شما برنامه این روز آغاز می کنیم. امیدوار هستم که شاد و صحتمند باشین و باز هم خوشحال هستم که خداوند به من توفیق عطا فرموده که باز هم بتانم بعد از هفته های زیاد یک بار دیگر در برابر شما عزیزا قرار داشته باشم و برنامه خوبی براتون تقدیم کنم. ولی قبل از اینکه به محتویات برنامه امروز بپردازیم، نخواست از تمام دوستان و عزیزانی که برای من و زهره جان یوسف داوود نسبت وفات مادر عزیزم عرض تسلیت نمودند، جان ممنون و سپاسگزار هستم و به خصوص از جناب محترم آقای مسکینیار و برنامه سازان گرامی خانم سمین عمر، خانم زکیه کهزاد، محترم دکتر فرید یونس و همچنان از جناب محترم آقای خطاب و آقای وایس ناصری فوق العاده سپاسگزار هستم. و از تمام کسانی که در مراسم جنازه و فاتحه از راه‌های بسیار دور و نزدیک اشتراک کردند و تشریف آوردند و توسط پیام‌های محبت آمیزشان با ما غم شریکی کردند، از ته دل ممنون و سپاسگزار هستم. در این جای شک نیست که مرگ پدران و مادران عزیز برای خرد بزرگ یک واقعیت انکارناپذیر است و به خصوص در دیار غربت با تمام آرزوهایی که دارند و در خاک بیگانه دفن میشن بسیار دردناک است. آنان که رفتند خداوند غریق رحمتشان کنند و کسانی که زنده هستند یک نعمت بزرگ هستند و باید که قدرشان بدانیم. مادر ما هم زن بسیار مهربان، فداکار، صبور و دلسوز بر افغانستان بودند و بسیار آگاه بودند و دیگه در جمع ما نیستند. خداوند غریق رحمتشان کنه و روح پاکشان شاد داشته باشه. انا لله و انا الیه راجعون. ولی خوب قسمه که مادر عزیزم بر ما آرزو داشتن که بعد از رفتنشان از این دنیای فانی به زندگی روزمره خود به شکل امیشگی ادامه بدهیم، من هم امروز برنامه خوبی برای شما تهیه دیدیم و امیدوارستم که از برنامه امروز ما هم استقبال کنین و استفاده خوبی به عمل بیارین. در برنامه امروز در مورد اثر تازه مرحوم عبدالرحمن پژواک که یک دیپلمات ورزیده و شاعر بلندپایی کشور عزیز ما بودن صحبت میکنیم. و قبل از اینکه در صحبت خود آغاز کنیم، اول میپردازیم به معرفی مهمان عزیزی که این اثر جدید استاد پژواک در موردش با ما صحبت میکنه. فرهاد پژواک، نویسنده ارشد مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک، در کابل در سال 1958 چشم به دنیا گشود. دوره کودکی و نوجوانی را در قریه آبایی خود باغبانی در سرخرود ننگرهار و شهر کابل در دامان پرمهر فامیل و وطن گذرانید.
این فصل از زندگی او برایش موقع آشنایی نزدیک با مردم و رسم و رواج دهاد و سفر در اطراف افغانستان را دارد. او فارغ التحصیل لیسه نادریه در کابل و از شاگردان ممتاز صنف خود بود. فرهاد در این دوره آموزش و علاقه زیاد به دنیای ادبیات و تصوف پیدا کرد. فرهاد بعد از ختم صنف 12 در سال 1976 برای ادامه تحصیلات عالی به دعوت مرحوم استاد پژواک لندن رفت و موقع طلایی یافت که در زیر سایه استاد پژواک که تازه به حیث سفیر کبیر افغانستان در برتانیا مقرر شده بودند تعلیم و تربیه بگیرد. او میگوید که در این وقت و در سالهای بعدی مهاجرت در دهه 80 میلادی در واشنگتن دست خداوند بزرگ به او خوشبختی، خدمت و شاگردی مرحوم استاد پژواک را اهدا کرد. همزمان فرهاد توانست که با وجود محرومیت‌های دوره مهاجرت با کار و زحمت تحصیلات خود را تا موفق ماستری در رشته روابط بین المللی و مدیریت پالیسی به ثمر برساند و 2 سال در یونیورسیتی جورج میسن برای دکترای خود کار کند و درس بدهد. فرهاد اعتراف می کند که با وجود تکمیل تحصیلات عالی، سالهای خدمات استاد پژواک و آشنایی با افکار آثار و اندیشه های آزادشان منبع بزرگتر تعلیم و تربیه را به حساب می آید. منبع بزرگ تعلیم و تربیه او را به حساب به شمار می رود. فرهاد پژواک سالها در ساحه مدیریت بزنس و یا بزنس منیجمنت و به حیث مشاور در رهبری تغییر و یا چینج منیجمنت با کمپانی های بزرگ کار کردن و در 4 سال اخیر او بیشتر به حیث استاد روابط بین المللی و تحلیلگری سیاسی با تمرکز بالای آسیای مرکزی و جنوبی به صورت خاص افغانستان با بوز آلن همیلتون کار میکند و رئیس خیبر هاوس که یک مرکز علمی و تحلیلی است ایفای وظیفه میکند. در پلوی کار مسلکی فرهاد در جمع‌آوری، تنظیم و نشر آثار مرحوم استاد پژواک از دهه 80 میلادی تا امروز کوشش خیلی زیاد کرده و با تأسیس بنیاد پژواک و معرفی و چاپ آثار و افکار استاد و کمک علاقمندان و فامیل ادامه می‌دهد. او شکرگزار است که تا حال چند مجموعه از اشعار و نوشته‌های استاد پژواک را با کمک دانشمندان و فامیل چاپ کند که عبارتند از الماس ناشکن، ناهید نامه، بانوی بلخ، یک زن و خلاصه فصل از سرگذشت یک افغان مهاجر. و امروز بحث بالای آخرین کتاب مرحوم استاد پژواک خلاصه فصل از سرگذشت یک افغان مهاجر می باشد که با همکاری گروپ کلید در کابل در ماه نوامبر 2014 نشر شد. و آله میریم به سراغ مهمان گرامی خود آقای فرهاد پژواک. آقای پژواک خوش آمدین، خوشحال هستم که با ما هستین. خب البته یک لحظه کار ما چون دوست عزیز ارجمند البته آقای فرهاد پژواک در استودیو با ما نیستن چون اونا به ویرجینیا زندگی میکنن، اونا را از طریق سکایپ با خود می داشته باشیم و قبل از اینکه شما کلم کم کاست از نگاه تکنولوژی ببینین ما پیش معذرت میخوایم به خاطر که بعضی اوقات با تمام خوبی هایی که تکنولوژی داره بعضی وقت بعضی اشتباهات هم رخ میده و یا اینکه کمی کاستی هم رخ میده و امیدوارستم که با بزرگیتون ببخشید. آقای پژواک سلام به شما. سلام میشنوین آقای پژواک؟ نیلو جان فکر میکنم که آقای پژواک صحبت ما را نمیشنون و بله خب یک لحظه آقای پژواک خب دوستای عزیز ارجمند البته برنامه جالب است و در مورد البته کتابی را که در مورد صحبت میکنیم خلاصه فصل از سرگذشت یک افغان مهاجر که شما البته از طریق PDF هم به دست آورده میتونین و در برنامه امروز در مورد از این کتاب معلومات بسیار خوب و جالب به دست شما میایه و همچنان از متعقل هستم که صحبت های آقای پژواک هم برای تون بسیار خوشایند میباشه و امیدوارستم که آقای
پژواک بعضی از اشعار دلپسند خودشونه که از محترم استاد پژواک است هم نزدیک با خود داشته باشن که از اونو دعوت میکنیم که اشعار هم بر ما دکلمه کنن. اگر وقت برنامه یاری کنه باز هم یکی از اشعار بسیار زیبای استاد پژواک که با استاد ترانه سازون البته بخونه به کس خودن حیات استفاده کردن اون هم در آخر برنامه براتون نشر میکنیم. آقای پژواک سلام، آواز ما رو میشنوین؟ مریم جان سلام، من صدای شما رو میشنوم. بسیار خوب، خوش آمدین، سلام به شما. به نام خداوند بزرگ و بخشاینده با عرض سلام به شما و به بیننده های بسیار عزیز تلویزیون آریانا، بسیار تشکر دیگه برای من موقعیم که باید شما صحبت کنم. خواهش میکنم، البته جای افتخار است که شما را داریم. آقای پژواک، قبل از اینکه در مورد محتویات این کتاب بر ما صحبت کنیم، میخواییم که اگر بگوییم که چی انگیزه و علت باعث شد که شما سرگذشت یک افغان مهاجر به چاپ رسانیدین و چرا این اسم انتخاب کردین؟ ما همیش آرزو داشتم که میراث معنوی افغانستان به اختیار مردم افغانستان باشه و مرحوم استاد پژواک یک میراث بزرگ فرهنگی و علمی افغانستان است، سوی مرد دانش و قلم بود و یک قسمتی از تاریخ معاصر افغانستان در این پشتای استاد پژواک درج است. از نظر استاد پژواک به این خاطر ایر مسئولیت خود می دانستم و چون استاد پژواک به مردم افغانستان تعلق داره، ما کوشش کردم که استاد پژواک به قلم خود، به قلم توانای خود سرگذشت خود را نشته کنن و ما یک روز بتانم که این امانت به مردم افغانستان برسانم و البته این خوشبختی به کمک فامیل و دوستا به ما مهیا شد و ما امیدوار هستم که مردم افغانستان و هم علاقه مندهای دیگه که هم برای مرحوم مستقاق آشنا هستن یا نسل جوان کارشنا نیستن انوز بتانن که از این اثر استاد پژواک استفاده کنن و با افکار و آثار از اون تولد آشنا شوند. بسیار خوب. خب آقای پژواک، اگر ممکن باشه که به صورت فشرده در مورد محتویات این اثر استاد پژواک برای بیننده های ما معلومات بدین؟ بله، قسمی که از عنوان برگزیده از این کتاب پیداست خلاصه فصل از سرگشت یک افغان مهاجر. تمرکز از این کتاب به سر هشتاد کتابی است و او زمان محدودیت ها و مهاجر مصیبت هایی بود که در افغانستان گذشت و استاد در عالم دوری و از روی مجبوریت در واشنگتن بود و کتاب تمرکزش به سر از روز و متاسفانه این خاطرات تکمیل نشد وقتی که من تا پژواک دوباره پاکستان رفت در سفر آخر خود در سال 91 این اثر نامکمل ماند. دیگه این اثر یک قسمت عمدهش البته نوشته خود مرحوم استاد پژواک است با تمرکز به سالهای 80 و پس نظر از اونا به دورهای قبلی افغانستان. با پیش گفتاری که من دارم و با چندین مقاله و برگزیده های اشعاری که از استاد پژواک ما به این علاوه کردیم، این کتاب هم داشتای استاد پژواک است و هم یک قسمتی از افکارشان است راجع به افغانستان، راجع به آزادی. البته در پالی از او سوانه استاد پژواک و لست آثار چاپ شده و چاپ ناشده استاد پژواک شامل از این اثر است. یکی از مقاله‌ای که در این کتاب گنجانیده شده از دکتر سباشیمیان است که مقاله بسیار دلچسب است از نقطه نظر جرأت سیاسی مرحوم استاد پژواک. مقاله‌ای که برمک پژواک نوشته کرده راجع به سفر استاد پژواک در پاکستان، سفر دومشان، هم یک چشم دید از روز که چه مهم است از نظر
ما و سفر آخر استاد پژواک به طرف پاکستان که ما دو بار چیزایی نشته کردیم هم دلچسب است. در این کتاب ما همچنان یک نامه که مرحوم استاد پژواک به بابکان مال میتره بجنیدیم که استاد پژواک با بسیار روشنی و فصاحت عقاید خود ابراز میکنه، قسمی که استاد پژواک هم میشید کرد و در اشعار استاد پژواک و افکار شما نمونه های من از برجستگی استاد پژواک در آن سیاست، در عالم علم و دانش و در عشق و علاقه به مردم افغانستان و با آزادی و حقوق انسانی. بسیار حالا خب آقای پژواک، موقف استاد پژواک در جهاد افغانستان چی بود و چی ناگزیری ها باعث شد که استاد پژواک از پاکستان رانده شوند؟ استاد پژواک مقاومت مردم افغانستان در مقابل اتحاد شوروی گذشته یک مسئله جنگ مزین به صورت کلی نمی دانست و عقیده داشت که یک مبارزه ملی است برای آزادی افغانستان. همچنان استاد پژواک سخت به سر ازی قائم بود که پالیسی که در وقت پاکستان پیش روی داشت سبب اختلاف و سبب جدایی احزاب مجاهدین افغانستان می شد و امی پالیسی فیورتیزم پاکستانیا به صورت خاص سبب می شد که یک تعداد از افراطیون و یک تعداد از کسایی که در اندباز به افغانستان و به مردمش نخستان می کنند استفاده می کنند از حق خود زیادتر و با این خاطر او آرزو داشت که یک واحد سیاسی و مردمی در افغانستان باشه که بعد از کامیابی جنگ در افغانستان و حاکمیت افغانستان او واحد سیاسی بتانه که از تمام مردم افغانستان، از تمام احزاب به صورت مساویانه و به صورت آزادانه و از رای انتخابات و با تامین حقوق بشر و هر فرد افغانستان رای را پیش بگیرد که سبب جنگ و اختلاف و افراطیت در بین مردم افغانستان نشد. و این چیز پاکستانی ها را در قام ساخت به خاطر از این که استاد پژواک چون اقلیه راسخ به این موضوع داشت و از موقف خود و از منافع ملی مردم خود تیر نشد، حکومت وقت پاکستان زیر رهبری ضیاءالحق را به حیث یک پرسونال نان گراتا از پاکستان مجبور شد که بکشه تا که مردم افغانستان و اهل مجاهدین از موجودیت از او و از افکار از او استفاده نتانند. و در دو مرحله که ما در این کتاب چاپ کردیم و شامل ساختیم که عریضه های استاد پژواک است و مبارزین ملی و عذاب مجاهدین افغانستان، افکار استاد پژواک و عقیده استاد پژواک به صورت روشن نمایان می دهد که آغازش البته آزادی هست و انتخابات است و هدف ملی است. بسیار عالی. خب اگر در قسمت شما اگر روشنی پردین که تعبیر استاد پژواک از وضعیت صلح و آزادی چی بود؟ استاد پژواک همه عقیده داشت که معنای آزادی در افغانستان مردم افغانستان به صورت بسیار معدودش درک کردن، اما پی داشتن که بفهمن آزادی از نقطه نظر استاد پژواک فقط استقلال سیاسی نبود. بله. آزادی از نقطه نظر استاد پژواک آزادی بیان بود، آزادی فرد بود، حقوق مساوی و جامعه زن و مرد و تمام اقوام افغانستان بود. و استاد پژواک داشت که اگر مملکت آزاد باشه لکن مردمش اسیر باشن، او سبب از این میشه که مملکت تباه شود. وقتی که مردم افغانستان آزادی‌های انسانی و اجتماعی و عدالت
که لازمش تن خود ببینن، اونا به وطن خود و به یکدیگه خود باور پیدا میکنن و زبان از اینا آزاد میشه و روحشان از اسارت آزاد میشه و اینا میتونن که با صلح و با باور به خود به وطن خود و به یکدیگه خود آینده را پیش بگیرن. و میخاطر یکی از بیدای بسیار مقبولی که استاد پژواک یک وقت نوشته کردم در روز جشن استقلال افغانستان، یک باید شبر شما میخوانم که میگه در اون روز که از آن دیار مرا یاد میدهد امروز که مردمانش اسیر و مملکت آزاد. و اینمی مفهومه استاد پژواک یک اصل بسیار عمده‌ست که نسل جوان ما و آینده رهبری افغانستان باید به اون توجه داشته باشه. بسیار خوب. فهم استاد پژواک از غرب و کشورهای همسایه در رابطه با افغانستان چی بود؟ استاد پژواک عقیده داشت که همسایه های افغانستان از نقطه نظر آینده افغانستان مفاد دارن و باید هم اونطور باشن. لیکن سخت با فشاری داشت که مردم افغانستان و رهبری افغان باید که منافع ملی افغانستان قربانی منافع کسای دیگر نکنن یا خود به اختیار دیگران نگذارن و یا نفروشن در نوعی و می گفت که تا وقتی که ما حقوق خود و خود بشناسیم و با هم یک جا باشیم و با هم دست بدیم، دیگران نمیتونن که ما را بشکنانن یا نمیتونن که از ما سوء استفاده کنن. و این خود استاد به همسایه افغانستان منافع از اونا البته عقل میداد و درک کرده بود که کس منافع خود دارن، لیکن به هم میفهمید که در مورد افغانستان ظلم شده، بدبختی آمده که اگر افغان ها نتانن او را اصلاح کنن و به سر حقوق ملی خود استاد شوند، دیگه باز در آینده جلو اختلاف داخلی و خدای نخواست اسمی که واقع شد، فاجعه‌ای که در افغانستان آمد واقع میشه و این زیادتر افغانستان به طرف بدبختی و خرابی میبره. بسیار خوب. خب آقای پژواک، در مورد مقایسه استاد پژواک در ارتباط شرق و غرب چی گفته میتونین؟ استاد پژواک چند شعری بسیار زیبا داره و یک شعرش به صورت خاص مقایسه شرق و غرب است و استاد پژواک تأسف میکنه که شرق، البته افغانستان جزء از اوست و عشق استاد پژواک به شرق، عشق استاد پژواک به مردم افغانستان البته بسیار ثابت است. لیکن افسوس استاد پژواک است که چرا شرط نمیتونه که حرکت نه و چرا شرط نمیتونه که خود برسانه به آرزوها و به مرامهایی که به مردمش آزادی و عزت و امن و صلح را بار میاره. و فقط یک بیتی از اون شعر برای شما میگم که میگه مثال شرط کوه گران است، محیط غرب چون بحر روان است. استاد میخواهد که حرکت زیادتر ببینم و یکی از خاطرات که من زاد دارم در صحبت های شخصی خود از او امرایشان برای من میگفت که بچه ممیش توانایی به دانش، اعتماد به خود و بعد از او توکل به خود خدا چیزیست که راهنمای درست است و تو را میتونه که در امام ها و آرزوهای در زندگی برسانه. ما باید از خود شروع کنیم و چیزی را که داریم با او علاوه کنیم، نه ای که از او کم بسازیم و ما از نامگذاری کنیم و از دیگرها هم خودم کنیم. چیزهای خوب از هر جایی که باشه به صورت خاص علم و دانش او را ما باید بیاریم در وطن خود برای مردم خود و از او استفاده کنیم. بله، بسیار عالی. خب آقای پژواک، آرزوهای استاد پژواک در رابطه در شرایط فعلی افغانستان چی بود؟
مریم جان، اگر برای کسایی که امید است که بتونن به می یک کپی از کتاب دسترسی پیدا کنن، چنان امی الکترونیک ورژن اف از ای بوک از در اکاونت فیسبوک پشواک فاندیشن یا بنیاد پشواک موجود است. بله. و در جمله چیزایی که در این کتاب شامل شده یک قسمت از افکار استاد پشواک است که استاد تأسفش از ایست که کسایی که قدرت در افغانستان دارن یا میارن عموماً عوض از اینکه خدمتگار مردم خود شوند، بادار مردم خود شوند. بله. و به مو خاطر در یک غزل بسیار مقبول پشتوی خود میگه که ده سیختن فضلون ده خدا لوی فضل ده خدای ده چه ده خلق و خدمتگاریم او بازار بادار نیم از آن. دیگه استاد پشواک یک خادم الفقرا بود. بله. خدمتگار مردم خود بود. و همیش به یک عقیده داشت که رحم برای مردم افغانستان باید متکی به خواسته ها و آرمانهای مردم افغانستان باشه و همچنان منافع ملی افغانستان قسم تعریف کنه که در او آزادی، در او امنیت و در او پیشرفت شامل باشه. بسیار خوب. آقای پشواک، اگر در قسمت معلومات بتین به ما در مورد نظریات و ارتباطات استاد پشواک با شاه سابق و سردار داود خان چی نوا بود؟ استاد پشواک یک شخصیت بزرگ بود و گرچه سیاست مدار بود، لیکن به اصطلاح انگلیسی پولیتیشن نبود. بله. استاد پشواک در مرحله نهایی انسان دانش و اندیشه و خدمتگار مردم خود بود و چیزی که برستان میخواست خوستن در حکومتداری داخل افغانستان متاسفانه از طرف مقام از او وقت قابل قبول نبود. مثلا استاد پشواک از ریاست مطبوعات است به خاطر از این که آزادی مطبوعات ضبط شد. استاد پشواک این بار از مقام های دیگه سیاسی استعفا کردن به خاطر که رویه وقت حکومت افغان قسمی بود که بر استاد پشواک اجازه نمیداد که افکار خود به مردم خود برسانه و به می خاطر استاد پشواک اکثرا از افغانستان یون نگاه داشته میشد. من میگم نگاه داشته میشد به خاطر از این که استازریاتش در مورد قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق بشر البته در صحنه بین المللی استاد تانست که برای مردم های دیگر این حق خود ارادیت حقوق انسانی را کمایی کنه و در حالی که در مملکت خودش رهبری قسمی بود اجازه نمیدادن که به این چیزها دسترسی کنه. البته مرحوم شاید سابق افغانستان یک انسان بسیار قدیم بود و با استاد پشواک بسیار احترام داشت. نمی کتاب یک داستان بسیار دلچسپ است که به نوع مقایسه می کنه پادشاه سابق افغانستان و اقصاد نامه در مقابل گفتار و افکار استاد پشواک با مرحوم سردار داود خان. چون بسیار وقت می گیره من داخل جزئیات نمی شم لیکن بسیار قابل خواندن است. یک چیز که بسیار دلچسپ است نیست که سردار داود خان با ای که از طرف بعضی گروه ها و بایسی یک کسی معرفی میشه که بسیار سخت و گفه کسی را گوش نمی کنن. از نقطه نظر استاد پشواک پیشنهادات استاد پشواک در مرحوم سردار داود خان بهش توضیحاتر داشته و به استاد پشواک موقع داده که نظریات خود به او برسانه. لیکن یک چیز هم در چسب هست که وقتی که مرحوم سردار داود اعلان کردن که حکومت یک اسب تیار میکنن و از استاد پشواک خواهش کردن که داخل اسب سردار داود خان شوند در او وقت جواب استاد بسیار خلاصه بود و برای مرحوم سردار داود گفتن که شما از احزاب دیگر آزاد بگذارین ما شامل اسب شما میشیم، لیکن تا وقتی که شما
آزادی اعضاب دیگر و آزادی گفتار در افغانستان اجازه نتیم معافه میخوایم من نمیتونم داخل اسم شما شما با این که روابط فوق العاده هستی و دوار بسیار زیاد بین زید شخصیت بزرگ افغانستان هم بطن موجود بود. خب بسیار خب، منظور شما چی بود که گفتین که البته استاد پژواک تانسته بود که به سطح بین المللی برای دیگرا به دیگر مردم جهان در مورد حق و حقوقشان یعنی راهنمایی کنه و صحبت کنه ولی برای مردم خود نتانست، آیا مثال های عمدی دارین در مورد یک ذره روشنی دیگر پرتین؟ البته من میتونم یک چند مثال مختصر بتونم و ما امید دارم که در آینده ما بتونم راجع به برجستگی و رول استاد پژواک در صحنه بین‌المللی تحقیق کنم و افکاری از اونا را و همون از اونا را با مردم افغانستان و باقی مانده دنیا معرفی کنم. مثلا حق خود ارادیت یا سلف دیترمینیشن یک وقتی بایس سیاسی شناخته می شد در جامعه بین‌المللی و حلقای حقوقی بین‌المللی، لیکن ای اینیشیتیو و زحمت استاد پژواک بود که ای پرینسیپا با یک اکت تبدیل کرد. The right of self-determination for all peoples and nations. که یک رولی بسیار نداشت در آزادی ممالک و مردم بعد از جنگ دوم جهانی و سقوط امپریالیزم بنابراین و آزادی مردم که بتانن مردمای مختلف که بتانن در مرایل مختلف از خود موجودیت داشته باشند و نظر داشته باشند. البته استاد رئیس کمیته تجدید نظر به منشور ملل متحد انتخاب شد، رولی بسیار عمده داشت در تقویه ملل متحد. همچنان استاد پژواک رئیس انتخابی کمیته حقوق بشر جهانی بود و در کمیته های بسیار مختلف دیگر در حفظ حقوق یا در دفاع مردم های مختلف از افریقا گرفته تا ویتنام یک رول عمده داشت در سالهای 60 و شروع سالهای 70. خب بسیار تشکر آقای پژواک. با وجودی که در جریان معرفی شما در مورد آثار استاد پژواک صحبت کردیم، ولی باز هم اگر معلومات بیشتر بدین که چند اثر استاد پژواک تا به حال به چاپ رسیده و چی مقدار از آثار استاد تا هنوز هم تپ نشده است؟ مریم جان، من فکر میکنم از چیزی که من تانست ظرف 20 سال آخر جمع کنم که اکثریت آثار استاد پژواک هنوز چاپ نشده. من فکر میکنم پیسر آثار استاد پژواک چاپ شده و باقی مانده نشده و یه امانت نیست و استاد پژواک و مردم افغانستان طلب داره و یه امانت هم انشاءالله با مردم افغانستان رسانیم. در سالهای گذشته کتاب های استاد پژواک مثل افسانه مردم، مثل گلهای اندیشه و داستان های دیگه ایشان در نشرات و مجلات افغانستان چاپ شده بود. بس دهه 80 و دوره مهاجرت و جهاد افغانستان با کمک دوستا کتاب ناهیدنامه چاپ شد، یک شعر آزاد است، یک اثر بسیار زیباست که باید دوباره چاپ شود و به اکثریت مردم افغانستان برسد. و بنیاد پژواک از وقتی که تأسیس شد برای حفظ و برای تنظیم و برای نشر آثار استاد پژواک، ما تانستیم که پای مثل بانوی بلخ که برگزیده از اشعار استاد پژواک است، یک کتاب به نام یک زن و البته دو داستان بسیار مقبول استاد پژواک است که نمایندگی میکنه از اشعار استاد پژواک در مورد حقوق نسوان به صورت خاص و همچنان استان آواره شرق و غرب مقایسه میکنه. تا به دیگه هم ما تانستیم چاپ کنیم تو الماس ناشکن است که ترجمه شعر انگلیسی است به دری و جواب استاد پژواک با او شده است که من فکر میکنم یک شهکار است و
البته ای خاطر ساختش وقتی که ما با چاپ رساندیم با کمک کلیپ گروپ و جناب شهید زهین به صورت خاص و البته دوستای بسیار زیاد دیگه در باید با ما همکاری کردن لطف کردن که اثر چاپ شود و امروز دو کتاب دیگه زیر چاپ است در کلیپ گروپ یکی مجموعه داستان های استاد پژواک است که یک قسمت از داستان ها بلکل نوسته چاپ نشده و یک کتاب دیگه البته مجموعه اشعار پشتوی استاد پژواک که ما امیدوار هستم با کمک استاد رفی در ظرف یک سال دیگه چاپ شود. اینال یک آرزوی بسیار بزرگ دیگه که ما دارم با کمک هموطنا و با کمک دوستا و فامیل و علاقمندایی که هستن همیست که دیوان استاد پژواک چاپ شود و او البته یک کار بسیار عمده است. ما فقط یک وسیله شده میتونم برای من یک امانت است لیکن در کمک مندا و دیگر بسیار ضرورت دارم و امید است که در ظرف 3 سال تا 5 سال دیگر ما بکنیم که دیوان استاد پژواک هم به چاپ رسانیم و به مردم افغانستان تقدیم. بسیار خوب. خب آقای پژواک، در شروع شما گفتین که استاد پژواک در سال 91 دوباره هجرت کردن. آواز کمک وقت پخش بود، ما متوجه درست نشدم که به افغانستان هجرت کردن و یا پاکستان و از کجا هجرت کردن و به کدام سال وفات کردن و مقبره استاد در کجا موقعیت داره. مریم جان، استاد پژواک از شروع سالهای 80 وقت که از افغانستان بیرون رفتن و یک مدت در اونها بودن و بعد از این پاکستان رفتن و در سفر دومشان وقتی که از پاکستان اخراج شدن آمدن به نیویورک و فعالیت بسیار عمده و مؤثر داشتن در توزیع معضله افغانستان در ملل متحد و بعد از او آمدن به واشنگتن. دیگر وقتی که استاد پژواک در سفر آخر خود در سال 91 دوباره پیشاوتن در پاکستان از واشنگتن بود و به دعوت یک مجلس نویسنده های افغانستان بود برای شرکت در اون مجلس و در بحث در مورد آینده افغانستان به اون مقصد رفتن. لیکن متاسفانه صحت استاد پژواک رو به خرابی گذاشت و نتونستن که می خاطرات خودم تکمیل کنن و با چیزی که در افغانستان در سال 92 واقع شد ما فکر کنم که تاثیر بسیار بد و منفی به سر صحت و تاثیر استاد پژواک داشت و البته تراژدی جنگ داخلی افغانستان و به سال 1995 در جون 1995 وفات کردن و خاکشان امروز در قریه آبایی ما در باغبانی اولسوالی سکوب ولایت ننگرهار است. در آغاز مرحوم استاد پژواک در معدیره آبایی ما دفن شدن و بعدا در اثر اصرار و زحمت که با کمک مردم و بزرگوارای ما به وجود شد ما خاک استاد پژواک در این باغ دور قلای خود آوردیم و برش یک مقبره ساختیم و امید است که ما بتانیم که یک روز در اونجا یک کتابخانه و یک مسجد سازیم تا کسایی که برای مشاهده می آیند، کسایی که برای دعا می آیند بتان که اونجا باشن و امی قلا و باغ ما و کمک فامیل پژواک و مرحوم استاد پژواک وقت شد و به صورت دائمی از روی میاد پژواک بتانه که از مردم پذیرایی کنه و این قلا و این باغ جایی باشه که جوانای افغانستان، نسل آینده افغانستان، علمای افغانستان بتانن که اونجا برن و صحبت کنن امرای آثار استاد پژواک و با زندگی از او آشنا شود. بسیار خوب. آقای پژواک، قسمی که البته هم تعداد زیاده از هموطنان ما بسیار علاقمند و مشتاق تمام اکثریت آثار و
ما خودم تمام آثارش که یعنی دیدیم هستیم و شما که زیادتر وقت در زندگیشان بودین و تمام همه آثارشان نزدتان بوده و است و حتما خواندین، میفهم که تعداد زیاد مورد علاقه و پسند شما است. ولی اگر یک دو شعری که زیادترین توجه شما را جلب کرده و زیاد مورد پسندتان است، اگر امکان داره که به خوانش بگیریم خوشحال میشیم. تشکر مریم جان. من کوشش میکنم که یک غزل که من دوست دارم بر شما بخوانم و بیننده ها از او پس ببرن. این غزل از دوره مکتب ما دوست داشتیم و ما به اجازه تان شروع میم و شروعی از این غزل میگه که ما آقای تخت سلیمان نکردهیم، شاهی به زور بازوی دیوان نکردهیم، جز جان و دل بنده مهر و وفا شدند، ما بندگی به کس ز دل و جان نکردهیم، شاید ملامتیم به نزد خدا و خلق، اما بین که رغنه در ایمان نکردهیم، ما آن جماعتیم هرگز در زندگی خود را ز وهم مرگ پریشان نکردهیم، جام از کفم بگیر تو ای محتسب که ما این کاسه را هنوز مسلمان نکردهیم، این باغبان به ایچ گریبان ما گرفت، این گل نبود و به دامان نکردهیم، این است اگر بهار و گرین است باغبان، خوب است آرزوی گلستان نکردهیم، دشمن به التفات نیرزد بزرگ سا ما لحنت اوانه شیطان نکردهیم، پژواق سال هاست که دور از دیار و یار، رقص میان حلقه مستان نکردهیم. بر استاد در مرحله نهایی عشق بزرگش بودن در افغانستان و در میان دوستایش بود. بله. و متاسفانه های بسیار دراز از این آرزوی خود محروم بود، لیکن در آثارش به تکرار چیز دیده میشه و خدا موقع بده نسل آینده افغانستان و ما و ما را که بتانیم به وطن خود با آزادی بریم و با آرامی میان دوستا و فامیل خود باشیم و در هر جایی که هستیم در حد توان خود با مردم خود و با یک آینده بهتر و آزاد خدمت. بسیار عالی، فوق العاده. خب آقای پژواک، در مورد از این که ما افغان ها همیشه برنده هر جنگ و نبرد هستیم ولی چرا بازنده کشمکش های سیاسی هستیم، نظر استاد پژواک چی بود؟ اونا چی فکر میکردن در این مورد؟ فکر میکرد که تا وقتی که حقوق بشری و آزادی های فردی، البته به شمول آزادی بیان، در افغانستان نباشه، اقوام افغانستان و مردم افغانستان شاید که نتانن که با هم با یک ور و یک امید آینده بسازن. و چیزی که او میترسید ای بود که افراطیت و جدایی‌هایی که در ذهن بعض مردم است، اگر اونا رهبری آینده افغانستان را به دست بگیرن، اونا افغانستان به خاطر آرزوهای خود و یا شاید هم منافع شخصی خود به طرف کنند که و صلح افغانستان در خطر گفتند. استاد پژواک عقیده داشت که در مرحله نهایی فقط دو قدرت دائمی است، صرف نظر از رژیم، صرف نظر از حکومت، یکی قدرت خدا جل جلاله روز
قدرت نانش و دیگه قدرت مردمش. و هر کسی که با مردم خود دروغ میگه، هر کسی که مردم خود اسیر میسازد، هر کسی که با مردم خود بازی میکنه، در مرحله نهایی در مقابل دشمنای وطن خود، در مقابل قدرت بزرگتر و در مقابل رقیبا خود از دست خواهد داد. و از نقطه نظر فلسفی بر من همیش میگفت که بچه ایم تو با دیگرا چند ساعت در روز هستی، لیکن با خود 24 ساعت در روز هستی. و هیچ وقت اجازه ندی که چیزی از تو برخیزه او در گفت افتار تو باشه، که سبب از این شود که تو امو غرور و وقار افغانی و اسلام و میر خود از دست بیتی و نتانی که به طرف کشمای خود براستی و صورت مستقیم بیدی. برای از اینکه با دیگرها هر بازی کردن میتانی، لیکن به خود دروغ گفتن نمی. بله، بسیار. و وقتی که امرای خود و چشم غرور و اعتماد دیده نتانی، دیگرها را بسیار به زودی شکستانده میدنن. و تا وقتی که اینمی ایمان با باور به تو عامل باشه، دیگرها به تو نقص رسانده نمیتانن. پس تمرکز و توقع تو باید از خودت باشه و استادگی تو باید به سر عقل باشه. همین قسمی که استاد اکثر نامه‌های خود نشته میکردم با بالای نامه خود یا عقل و این یکی از گفتار مهم استاد پشوات بود، یا در خاتمه بعض نامه‌های خود نشته میکرد که خدا و خنده با شما باشه. بله، به خدا البته دلیل ایمان و راستیست و خنده دلیل آزادی و خوشیست و دلیل امو اعتماد به نفس و امو آرامی و وجدان است. بسیار عالی. خب آقای پژواک، سوالای من رو به تمامی بیننده های ما هم لینا تاوال گل و روشن می شد. یک دو سوالی از بیننده های عزیز هم می گیدیم و از بیننده های عزیزی که من تا به حال لینا تانه نگرفتم معذرت می خواهم. لینا آلباز است، می تانین تلفن کنین. بله، سلام بفرمایید. سلام بیننده عزیز. بله، هلو. خب البته بیننده ما نخواستن صحبت کنن. خب برحال آقای پژواک، اگر ممکن باشه که در مورد سفرتان به افغانستان که به خاطر معرفی امین اثر آخری استاد پژواک بود صحبت کنین، در مورد تجربه تان، در مورد از اینکه چی نوع استقبال شد این اثر و چه قسم یک سفر بود؟ سفر من در ماه نوامبر سال گذشته یک سفر بسیار پرخاطره بود، یک سفر بسیار پرثمر بود. من براستی شکر میکنم که من تانستم که با سالهای دراز دوباره افغانستان برم و اخلاصی که من دیدم از دوستا و از علاقه‌مندان و از مردم افغانستان، براستی مرا زنده ساخت و انرژی بسیار زیاد داد. محفلی که ما برای معرفی از این کتاب استاد پژواک گرفتیم، چون در پانکل کابل و بعض جای دیگه جای پیدا نکنستیم، در تالار یک هتل بود، لیکن محفل بسیار باشکوه بود، چون مردمی که آمدن با اخلاص و علاقه‌ای که داشتن و با آرزویی که داشتن که در مورد استاد زیادتر اینا بشنون و بفهمن، او البته چیزی بود که بالاتر از توقع ما بود. البته مردم از دنیای مطبوعات افغانستان، از جامعه مدنی، علما، دانشمندا و پروگرامی که ما داشتیم که در او یک مجلس هم بود که اونما از نقطه نظر خود در مورد استاد پژواک صحبت کردن، گوینده گونده ما محترمه فاطمه گیلانی بود که صحبتی بسیار زیبا کردن، خاطرات کم برای مرحوم استاد پژواک داشتن. البته محترم دکتر صدیق الله هم لطف کرد و از نقطه نظر دوستی شخصی و از نقطه نظر آشنا یه علاقه که با استاد پژواک دارم صحبت بسیار مقبول کردن و کسای دیگه بودن که به نوبه خود صحبت های بسیار عالمانه کردن. من بسیار مستفید شدم. من فکر میکنم که مردم در افغانستان در پاری از این محفل بسیار
الان ما داشتیم، محافل دیگه هم داشتیم، چندین شو محافل خاطره داشتیم که 50 نفر و 60 نفر بود و در رو محصولین پنتون جوانای دیگه شهرا و دبا آمدن و دوستایی که ما در اوجه داریم مثل مسعود کروخیل، مثل جناب الیسه و جنیه سید اکیم و کسای دیگه، البته خود شهید زین و ما موقع دادن که از چیزی که دارن در اوجه استفاده کنیم، مردم دعوت کنیم، باندایشون صحبت کنیم و ما بسیار عرض بودم از صحبت خوستن امرای جوانهای افغانستان. لیکن یک چیز هم مرا شاک کرد و او این بود که بعضی از جوانهای پانتون افغانستان اصلا امرای استاد پشواق آشنایی نداشت و این یک زنگ خطر است برای زی که یک انسانی مثل استاد پشواق امروز بشان مفرس در افغانستان افکار ایرسو و یک رول مادل برای نسل آینده افغانستان شده میبنم. لیکن از آثار و افکار ایرسو معلوم است که در تعلیم و تربیه افغانستان هنوز خدا مفتر نیست. بله بسیار خوب. بله سلام بفرمایید. سلام علیکم مریم جان. سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید. فامیل خوب هستم؟ زنده باشید. خوش آمدید، تشریف آوردید به آوردین. تشکر. در پروگرامتان ما یکی از دوستای نزدیک پدرم، یکی از دوستای نزدیک پژواک مرحوم بودن. بله. عبدالرحمن پژواک. آها. پناه پژواک، عبدالرحمن پژواک رفیقش نبود. بله. رئیس اتیکولا پژواک. بله. در جمال ملی کابل زندگی میکنه، اونا رفیقش بودن. پوان فضلزبی پژواک رفیقش بودن. بله بسیار. نعمت‌الله پژواک رفیقش بودن. بله بسیار. یکان صدا قطع خط پژواک مرحوم با پدرم بوده، در خانه ما بود. میالا مست نگاه کرد برادرم، پدرم فوت شده. بله. میخواین خود معرفی کنین؟ خدا و خنده با شما باد. تشکر. هر خط خوب. آه بله، گفتن آقای فراد گفتن به هرچی خدا و خنده با شما باد. بله. فراد جان، محال شما گفتین بسیار خوب. فراد جان بچه اتیکولا خان است یا بچه پوهان پژواک، فضل ربی پژواک؟ اونا پسر پوهان فضل ربی پژواک هستند. بگوی شد ما بچه دکتر ساید هستم. بسیار خوب، اسم شما؟ زیاد ساید. بسیار خوب، شما کنم سوال یا گفتنی دیگه دارین پیش از اینکه شما را قطع کنیم؟ همی نمبر تلفون شما میخوایم؟ خب شما خیلی بعد از ختم برنامه با ما تلفن کنین، ما حتما نمره شماره تلفن شما را میگیرم برای زنامه ایتم، درست است؟ تشکر. بسیار تشکر از تلفن شما، خداحافظتان. همی مریم جان. بله. به اجازه شما برای آگاهی بدین ده ها، مرحوم استاد پژواک فقط یک فرزند داشت، یک دختر، او مادر من است. بله. بله بله بسیار تشکر، معذرت میخوام. پدر ما خدا بیامرزش دکتر نعمت‌الله پژواک است که همچنان برادرزاده مرحوم استاد پژواک است. برادرزادهشان. بله بسیار معذرت میخوام، میشته باشه که از نقطه نظر بیننده ها بله 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 واضح تر شود. بسیار خوب شد. بله من میره میخواستم عرض کنم. بسیار تشکر از شما. بله سلام بفرمایید، روی خط هستین؟ بله. سلام باشم. جان سلام علیک. و علیکم السلام. بفرمایید. نام ناصر اوریا است. من از سنتونی تاسف تلفن می کنم. دکتر صاحب اوریا، همکار بسیار خوب برنامه، بسیار خوش آمدید. تشکر از تلفنتون. بفرمایید. لطف میکنین. یک جان تشکر از شما و از برنامه همیشه و اثر شما که گوشی برنامه قابل قدر است. زنده باشید. و در هر ساحه معلومات بسیار مفید و ارزشمند مخصوصا برای جوانان ما میده. و همونطور که واسه آقای فرهاد جان پژواک جهان سپاس که این زحمت قبول کردن و حاضرشتن با شما مصاحبه کنن تا جوانای ما معلومات درباره انسانهای بزرگ جامعه خود پیدا کنن. برای اینکه که متاسفانه من میخوام مسئله دیگه تر بذارم، اما در جامعه ما برای جوانای ما چون دید عملیشان همین بوده که در اون جامعه کسی وجود نداشته و نداره. بله. و کسای هم که هستن وقتی از با اونا آشنایی نزدیک حاصل میکنن میگینن که آدم های میانخواهی هستن. بله. اما انسان های بزرگی مثل استاد عبدالرحمن پژواک
که یک شخصیت پر افتخار وطن ما، چی در ساحه سیاست، چی در ساحه اجتماع افغانی، اینها شخصیت بسیار بزرگ و والای بودن و اینکه اینا لطف کردن در باره پدرکلان مخصوم خود بر مردم افغانستان معلومات بیدن، مخصوصا بر جوانای ما. بله. استاد پژواک یک شخصیت ملی بود و او را هیچ کس در پاکستان نمیخواست، یه همه ما میخوانیم و متاسفانه که هیچ کس دیگه هم نخواست. و اما طور که فرهاد جان اشاره کردن، خواسته میشه که اونا در جامعه ما و اشخاص امثال استاد پژواک ناشناخته بانند، برای که جوانای ما اشخاص نمیشناسن جوانای ما و اینا محروم ساخته شدن متاسفانه. استاد پژواک یک شخصیت است که کتاب خواهد باری شکن نشته شد، بازم کم از فامیل بسیار منور داره، اولاده بسیار وطن دوست با فرهنگ تربیت کرده و همینطور نواسه های اینا مخدا همیشان مردم های بسیار با فرهنگ هست، اما این کافی نیست با جوانان ما اینا منصف فامیل بده که جوانان ما این تلاش داشته باشه که اشخاص چون استاد پژواک معرفی کنن و من زیاد وقت شما نمیگیرم. یک تشکر از شما و از آقای فرهادجان پژواک. من یک شعر استادم میخوانم داخل وقتی که اونا شخصیت دخولی شخصیت بسیار بسیاری بودن، شخص بسیار جدی هم بودن و من از این شعرش همیشه خوشم میاد که میگفت تا جدا هستیم انگشتان افگار ما، مشت اگر گردیم از آن دهانها خواهد شکست. و این راستی که یک شخصیت مسلی اما یک شخصیت جدی بود. از شما تشکر و همچنان از آقای فرهاد پژواک جهان سپاس. تشکر دکتر سیبوریا. امروز البته وقتی که ما به فیسبوک هم اعلان برنامه امروز پست کرده بودم و شما یک فرد شعر زیبایی از استاد پژواک نوشته بودین، حتی خوب نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را، که بسیار البته یک فرد زیبایی را انتخاب کرده بودین. بسیار زیاد تشکر دکتر سیب. بله سلام بفرمایید. سلام علیکم خواهر محترم. و علیکم السلام بفرمایید. این پروگرام شما بسیار عالی است. من از این پروگرام استقبال میکنم. خداوند شما را به حفظ خود داشته باشه. من نوری از سنتریس ایالات میزوری صحبت میکنم. همین رابطه با جناب پروفیسور و عبدالرحمن پژواک صحبت کردن، او افتخار کل ملت افغانستان و جان بود که واقعا یک شخصیتی بود که وطن و مردم خود را بسیار دوست داشت. آثار از او واقعا یک قابل قدر است برای نسل های بعدی و قابل افتخار است که او بعد بچه ها برش او استفاده بکنند. اما نعمت الله پژواک، عتیق الله پژواک از دوستای ما بود. نعمت الله پژواک من نمیفهم که این برادر که صحبت میکنند از خاندان پژواک سه وابسته به عبدالرحمن پژواک یا به نعمت الله پژواک است، من نفهمیدم. بله اینا نواسه مرحوم عبدالرحمن پژواک هستند. امید جناب محترم نعمت الله پژواک میخواستم بله که اونا حیات دارن، اگر حیات داشته باشم در کجا هستم. خب اینه البته آقای پژواک باست در موردش انشالله که سوال تانه جواب میده. از تلفونتان بسیار تشکر، فعلا خداحافظ. بسیار تشکر. من اگر بسیار علاقه من دستم که باید همین جنابی با پژواک تو باید باید بخوام. بله خواه حیات دارن نزم دستم. تشکر دار تشکر میکنم. خداحافظ. یک تلفن دیگر هم میگیریم باز آقای پژواک دوباره روی صفحه تلویزیون میاریم. بله سلام به شما. بله سلام علیکم مریم جان، خوب هستید؟ و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید. تشکر پروگرامتان، واقعا پروگرام خوب است. زنده باشین. لایف است پروگرامتان؟ بله لایف است. همینجا بچه من میخواه که یک وره قبر شما بخونه از کتاب افغانستان سنتسی. بسیار بفرمایید، تشکر. خب امیدوارم کوتاه باشه چون وقت کم است. بله نام عمر هستم. عمر جان سلام، بفرمایید. بسیار خوب عمر جان عزیز، بفرمایید. بله بفرمایید، بخونین عمر جان، بخون. در یک روز تابستانی که پرویز و مادرش مصروف کارهای خانه بودند، پرویز به مادرش گفت کاش که آفتاب نبود تا نمیبود تا هوا این قدر گرم نمیشد. مادر پرویز در جواب پسرش گفت پسرم اگر آفتاب نمیبود همه جا تاریک و سرد میبود. همین آفتاب است که همه جا رو روشن و گرم میسازد. روشنی و گرمی آفتاب برای انسان ها و حیوان ها بسیار فایده دارد.
میکروب ها را از بین برده ترکاری ها و میوه ها را پخته می سازد. تشکر. عمر جان چند سال هستین؟ نو ساله. بسیار تشکر، بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستم که عمر جان یک روز بتانه که، بسیار خوشحال هستم که پدر و مادرها کوشش دارن که اطفالشان زبان مادری خود یاد داشته باشن، که یک روز انشالله میتونن که از اشعار و نوشته ها و آثار شوهرای ما، از مثلا مرحوم استاد تجواک، اینا استفاده کنن و به فهم و دانششان افزوده شود. خب آقای پژواک، یک وقت برنامه متاسفانه بر روی به پایان است. اگر به قسم هم جواب سوال هموطن ما رو بدین و هم به طور خلاصه، چون برنامه ما زیادتر برای جوان هاست، بگوین که هی اثر آقای استاد پژواک برای جوان ها چی پیام را داره و چی امیدواری را برایشان یعنی داره. بله مریم جان، من بسیار خوش هستم که صدای بیننده ها را میشنوم و علاقه از اینا را من بهتر قدر میکنم. فقط یک خلاصه، دکتر نعمت الله پژواک پدر مرحوم ما در سال 2009 وفات کردن. البته به نوبه خود یک عالم و خدمتدار بزرگ افغانستان بودن. دیگه در مورد استاد پژواک، پیام استاد پژواک به جوانان افغانستان پیام آزادی است. پیامی است که استاد پژواک به ما هم به نوعی داد و برای ما گفت که بچه‌م یگانه میراثی که از من تو باید بخوایی یا یگانه میراثی که ما برای تو مانده میتونم اما کرده و پندار و اندیشه آزاد ماست. و برای جوانای افغانستان که در این دنیا هستن یا هر جای دنیا که باشن و شمول داخل افغانستان، پیام استاد پژواک است که مثل که در یک شعر بسیار مقبول خود یک بیت دارن که پژواک ندای خود هستم، پژواک ندای خود هستم، نه صدای غیر. پژواک جوانان را، این است پیام ما، که اونا ندای خود باشند، به خود توجه کنند، توقعشان از خود باشه و به کسای در پالی استاد پژواک، به بزرگای خود، به صفات اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی خود برسن، اونا را بهتر بسازن، همراه شرایط دنیا، همراه یک آینده بهتر و در عفظ و احترام عقاید دیگرا و در همزیستی با دیگرا و هموطنهای خودشان باشه یا مردمی باشن که از دنیای دیگه آمدن، از خود عفا، از خود بزرگواری، از خود دانش و از خود گنجایش نشان بدن که او سبب از این شود که مردم به افغانستان، به فرهنگ افغانستان و با آینده افغانستان باور پیدا کنه و احترام پیدا کنه. این یک چیزیست که سبب عبز و تقویه اولیت و بقای ملت افغان بوده می باید. و اگر ما این میراث از دست بدیم و جوانای ما یعنی قسمت های مختلف تاریخ افغانستان و چی تاریخ ماست، سر افغانستان باشه و چی تاریخ گذشته افغانستان باشه، نفامن با ادبیات و فرهنگ افغانستان شان نباشن، متاسفانه ما بسیار خود باختیم و اونموز که باز به اختیار دیگران مفتیم و هر کس میتونه که به ما ضرر برسانه یا حداقل منافع خود سر ما تامین کنه. بسیار تشکر آقای پژواک. وقت برنامه متاسفانه پایان است. بسیار خلاص 30 ثانیه اگر بگوین که این اثر استاد پژواک هموطنان ما چه قسمی به دست آورده میتونن اگر خواسته باشن؟ ما برن به اکانت فیسبوک بنیاد پژواک و پژواک فاندیشن، ای بوک ورژن یا الکترونیک ورژنش موجود است. گروپ کلید در کابل میتونه که کتاب هم برای گروپ کلید اگر تماس میگیرن در داخل افغانستان میتونه این کتاب به اختیارشان بگذاره و امید است که در آینده در کتاب خانه و کتاب فروشی هم به اختیار مردم برسه. دیگه مریم جان، در این مرحله ما میخواییم از لطف شما، از زحمت شما و این وظیفه بسیار مهمه که شما انجام میدین و این موقع را برای من دادین از طرف خود و برای نمایندگی از تمام فامیل خود تشکر کنم. استاد پژواک با شما تعلق داره و خدا به شما همت بده و موقع به تکیه پروگرام دوام بدین و همیشه در خدمتتان هست. بسیار زیاد تشکر، بسیار از شما خداحافظ. استغفر الله. خدا و خنده با شما.
بسیار عالی. خب بسیار زیاد تشکر و بیننده های عزیز ارجمند از اینکه برنامه امروز ما رو دیدین، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم و مخصوصا از بیننده بسیار خرد و جوان ما عمر جان که تلفن کردن و بسیار زیبایی یک صفحه دری را خواندن. امیدوار هستم که همیشه اطفال و نوجوان های ما تلفن کنن و چیزی که یاد دارن بسیار بر تشویقشان خوب است در برنامه تلفن کنن و پدر و مادرها اونا رو باید که تشویق میکنند برنامه رو ببینن و زیادتر به فرهنگ و زبان خود علاقهشان بیشتر میشه. و با تشکر از همکار عزیز تکنیکی نیلوفر جان برنامه امروز به همینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوندیار و مددگارتان گفته محترم مرحوم استاد تجواک، خدا و خنده با شما. دل پیر برنا بود.